و اما تحلیل فیلم ارین براکوویچ. فیلم قصه واقعی خانومیه به نام ارین که بعد از 2 تا ازدواج ناموفق و 3 تا بچه در به در پیدا کردن کاره، یه تصادف ماشین بد میکنه، میره وکیل بگیره که از خودش دفاع کنه، خسارت بگیره، وکیله نمیتونه بهش کمک کنه، ولی این وکیله رو مجبور میکنه که تو آفیسش بره به زوری کار کنه با مینیمم حقوق. هیچ مزایایی هم بهش نمیدن ولی این قبول میکنه، میگه ما باید به بچه‌هام غذا بدم. یه قسمت فوق العاده جذاب شخصیت این زن ارزش به خود بالایی که داره. اونجایی که رئیسش به لباس پوشیدنش گیر میده، خیلی سفت و مرزگذاری میکنه، رئیس سر میکشه عقب. بالاخره تو جامعه امریکا میدونسته حق و حقوقش چیه. اونجایی که دوست پسرش میاد بهش پیشنهاد بده، خیلی قشنگ مرزا رو میذاره. این منم، این زندگی منه، این بچه‌های منه، این تعهدای اخلاقی منه تو زندگی، اینا رو من نمیتونم ساکریفایس کنم، قربانی کنم که با تو دوست باشم. جذاب ترین قسمت فیلم برای من اون قسمتی بود که این زن با وجدان اخلاقی بالا و پشتکار عجیب و غریبش از هوشش استفاده میکنه و میره با 600 خورده خانواده که تو اون پرونده عجیب و غریب و فوق العاده دردناک درگیر بودن ارتباط میزنه، اسم و مشخصاتشون و بیماریاشون و شماره تلفن‌هاشون رو حفظ میکنه، 600 خورده از همشون امضا میگیره، با وجودی که آردی تراست و اعتمادشون رو به سیستم وکالت از دست داده بودن، وارد اون لاسوت میکنه و بالاخره موفق میشه پرونده رو به یه جای خیلی خوبی برسونه. این زن تو دنیای واقعی، تو زندگی واقعی خودش به تمام اطرافیانش ثابت کرد که الزاماً اینی که تو تحصیلات داشته باشی کمکی بهت نمیکنه که موفق باشی، کما اینکه اون خانم وکیلی که باهاش بوده هیچ موفقیتی کسب نکرده تو جلب اعتماد آدما، ولی کاملا ثابت کرد با رفتارش که با همدردی و همدلی کردن با آدما، فهمیدن دردشون به جای اینکه فقط به چشم علامت پول و دلار ببینیشون، چقدر میتونی بهشون نزدیک شی، تو کارت موفق شی و چقدر میتونی زندگی همه رو عوض کنی. تا با وجود تمام تهدیدها بازم کوتاه نیامد و این واقعا قابل ستایش بود. جایی که توی شخصیت و کارهای این زن قابل تأمله اونجایی که قد زمان گذاشت برای کارش که از زندگی شخصیش، از بچه‌هاش و از اون ارتباطی که برای اولین بار تو زندگیش ارتباط خوبی بود باز موند و دوست پسرش ولش کرد. درسته بعدش همه چی درست، ولی درس این ماجرا برام چی بود؟ که حتی موقعی که برای اولین بار تو زندگیمون کاری رو پیدا کردیم، در جایگاهی هستیم که فوق‌العاده باش خوشحالیم، حواسمون باید به زندگی شخصیمون باشه، باید بدونیم چی رو داریم قربانی میکنیم، چی رو به دست بیاریم. حفظ تعادل که خیلی وقتا یکی از سخت‌ترین کارهای زندگیه، ولی در این حال مهمترین کاریه که ما تو برههای مختلف زمانی زندگیمون انجام میدیم. برداشت تو از این فیلم چی بود؟ تو چی داری راجع به ارین و کارش بگی؟ برام بنویس.